افزایش شمار جانباختگان تیراندازی در فرا یکی از قربانیان عضو سابق حزب اسلامی است. طالبان 8 تن را به اتهام عضویت در حزب التحریر از سمنگان بازداشت کردند. رد ادعای طالبان درباره حل تنش‌های مرزی، گذرگاه پل ابریشم هنوز برای رفت آمد بسته است. و همچنان در اخیر خبر خوشه که هنوز دست نخورده باقی مانده است. مشروع خبرها. منابع محلی در فرا از کشته شدن قربانیان تیراندازی بر نمازگزاران در این ولایت خبر میدهد. منابع روز پنجشنبه به روزنامه 8 صبح میگویند که در پای تیراندازی تفنگداران ناشناس بر نمازگزاران در قریه کوتوالی ولسوالی پشتکوی ولایت فرا 3 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شده است. افراد قربانی رویداد حاجی محمد اکبر رؤوفی حنزله و کمیسار نام دارد. از سوی دیگر منبع تایید میکند که حاجی محمد اکبر رؤوفی عضو سابق حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود. حزب اسلامی در مورد عضویت این فرد و قتل آن اظهار نظر نکرده است. انگیزه این تیراندازی مشخص نیست. این در حالی است که روزنامه 8 صبح شب گذشته خبر تیراندازی تفنگداران ناشناس بر نمازگزاران در ولسوالی پشتکوی فرا را نشر کرد. طالبان این رویداد را تایید کردند اما جزئیات بیشتر در این مورد ندادند. طالبان 8 تن را به اتهام عضویت در حزب التحریر از سمنگان بازداشت کرده است. منابع محلی در سمنگان میگویند که طالبان 8 تن را به اتهام عضویت در حزب التحریر بازداشت کرده است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این افراد تایید روز گذشته توسط استخبارات طالبان از ساعات مختلف شهر ایبک مرکز سمنگان بازداشت و زندانی شدند. طبق اطلاعات یکی از افراد بازداشت شده انجینیر رفیع کارمند ریاست برشنا این ولایت است و 7 تن دیگرشان شغل آزاد دارند. بازداشت اعضای حزب تحریر به دلیل شباهت فکریشان با داعش در برخی از ولایات از 2 سال به این سو ادامه دارد. طالبان به گونه مشخص در مورد بازداشت این افراد در سمنگان چیزی نگفته است. رد ادعای طالبان درباره حل تنش‌های مرزی، گذرگاه پل ابریشم هنوز برای رفت آمد بسته است. در حالی که طالبان روز گذشته از بازگشایی گذرگاه پل ابریشم در نیمروز خبر دادند، شمار از رانندگان و مسافران میگویند که این گذرگاه هنوز برای رفت آمد مسدود است. آنان تایید میکنند که این گذرگاه با گذشت یک شبانه روز از سوی ایران بازگشایی نشده است. رانندگان موتورهای باربری این مسیر که سبزیجات بارگیری کردند میگویند اگر این گذرگاه بازگشایی نشود ممولح های آنان فاسد میشود. عزیز الله راننده موتر باربری میگوید از روز گذشته به این سو در گذرگاه ملک با موتر پر از بادرنگ و رومی منتظر باز شدن این گذرگاه هستم. او میافزاید که اگر مرز امروز بازگشایی نشود معمولش فاسد میشود و از بین میرود. یک راننده تاکسی منتظر بازگشایی مرز نیز به روزنامه 8 صبح میگوید که از روز گذشته به این سو به خاطر بسته بودن گذرگاه با کمبود غذا روبرو است و به همین دلیل نتوانسته که روزه بگیرد. سمیر بدرود در صفحه رسمی اکس خود گزارش میدهد. اطلاعات بلا قید و شرط صفوف طالبان از رهبرین گروه تروریستی متای اصلی دکان تبلیغات آنان بود. تمرد در حد آتش زدن فرامین رهبری طالب توسط صفوف به معنای پایان کار نظم طالبانی و همزمان تسریع روند سربازگیری گروه تروریستی داعش از صفوف طالبان است. طالبان در مورد این گزارشات چیزی نمیگوید. بلوچستان پاکستان، پایگاه داعش خراسان، اعلام حمایت جو بایدن در نامه ارسالی اخیر و خطاب به شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از این کشور برای مقابله با چالش‌های جهانی و منطقه‌ای در شرایطی که پاکستان همواره متهم به حمایت گسترده تروریسم بوده و به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناخته می‌شود، بسیار معنادار و این بیان مهم این است که آمریکا احتمالاً مانند گذشته که از حامیان اصلی پاکستان در تحقیقات و توسعه تازه‌ترین نسخه تروریسم یعنی شاخه خراسان داعش محسوب می‌شود. شانتی مارد دسوزا عضو انستیتوت مطالعات خاورمیانه در واشنگتن میگوید که ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر داعش خراسان برخلاف ادعای طالبان مبنی بر کشته شدن او اکنون در بلوچستان پاکستان زندگی میکند. پیش از این مقامهای پاکستانی و طالبان اعلام کرده بودند که غفاری در ماه جون سال گذشته در ولایت کنر کشته شده است. در همین حال شانتی مارد دسوزا تاکید کرده که باید تمرکز بر مراکز اصلی شاخه خراسان داعش در افغانستان پاکستان گسترش یابد. به گفته او این تمرکز باید مرزهای آسیای مرکزی را نیز در بر بگیرد زیرا داعش به دنبال گسترش فعالیت‌های منطقه‌ای خود است. او افزوده که هرچند حمله اخیر داعش خراسان در حومه مسکن نشان دهنده حضور چشمگیری این گروه در منطقه نیست اما پیش‌بینی‌ها که از نفوذ آن در آسیای مرکزی است. در این میان انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا گفته که حمله داعش در روسیه ادعای طالبان مبنی بر سرکوب داعش را بی‌اساس ثابت کرده است.
اگرچه طالبان هم ادعا کردند که رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان نیست و پیش از این هم وزیر دفاع طالبان مدعی شده بود که پیشتر اعضای داعش در افغانستان شهروندان تاجیکستان و پاکستان هستند، اما در تمام گزارش‌هایی که درباره فعالیت شاخه خراسان داعش منتشر می‌شود، افغانستان مرکز اصلی نیرو معرفی می‌شود و قدرتگیری و رشد آن به تحولات سیاسی منجر به سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان منسوب می‌شود. بنابراین نخستین نتیجه که از تحلیل این عضو ارشد انستیتوت مطالعات خاورمیانه در واشنگتن میتوان گرفت این است که مبارزه مورد ادعای طالبان با داعش در افغانستان علیرغم تبلیغات گسترده‌ای که پیرامون آن صورت میگیرد مؤثر و موفقیت‌آمیز نبوده است، با وجود این که طالبان تقریبا هر روز ادعا میکنند که داعش در افغانستان سرکوب یا نابود شده است، اما رویدادهای تروریستی مانند کشتار کرمان ایران یا حملات مرگبار اخیر در مسکو تایید میکند که این ادعا بی‌بنیاد است و طالبان نتوانستند مانع قدرتگیری داعش شوند. همین چند روز پیش یک تروریست داعشی در قندهار خود را در صف متراکم نیروهای طالبان که برای دریافت معاش خود در مقابل یک بانک خصوصی تجمع کرده بودند منفجر کرد و ده‌ها نفر را کشت. طالبان ادعا کردند که عامل انتحاری مورد اشاره از ایالت بلوچستان پاکستان آمده بود و تاکید کردند که مرکز فرماندهی شاخه خراسان داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است. پیش از این هم رسانه‌های وابسته به طالبان ادعا کرده بودند که نیروهای ارتش پاکستان پیکارجویان داعش را وارد خاک افغانستان می‌کنند. واقعیت هر چه باشد این مهم را نباید نادیده گرفت که طالبان نتوانستند این موج ناامنی را مهار کند و شاخه خراسان داعش اکنون بیش از هر زمان دیگر فعال‌تر و خطرناک‌تر و خونریزتر شده و این به هیچ تهدید بدون حمایت خارجی و دخالت سرویس‌های استخباراتی و سازمان‌های اطلاعاتی منطقه و جهان امکان‌پذیر نیست. شماری از کارشناسان معتقدند که اعلام حمایت جو بایدن در نامه ارسالی اخیر و خطاب شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از این کشور برای مقابله با چالش‌های جهانی و منطقه‌ای در شرایطی که پاکستان همواره متهم به حمایت گسترده از تروریسم بوده و به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناخته می‌شود بسیار معنادار و حاوی این پیام مهم است که آمریکا احتمالاً مانند گذشته یکی از حامیان اصلی پاکستان در تقویت و توسعه تازه‌ترین نسخه تروریسم یعنی شاخه خراسان داعش محسوب می‌شود. چون این شراکت پیش از این نیز سابقه داشته است و طالبان که امروز بر افغانستان مسلط شدند خود مسئول امین پروژه امنیتی مشترک پاکستان، امریکا و چند کشور دیگر در منطقه و فرامنطقه هستند. اکنون که طالبان به قدرت دست یافتند، امریکا برای سود تروریسم به منطقه و گسل تروریستان نه که به کشورهای هدف مانند روسیه، ایران و چین و جمهوری‌های آسیای مرکزی نیازمند یک نسخه تروریستی مخوف دیگر است و داعش خراسان درست همین کارکرد را دارد و پاکستان نیز با اعطای پناهگاه‌ها و مراکز پیشین طالبان به این نیروی جدید امکان صدور آن به کشورهای منطقه را فراهم می‌سازد. با توجه به این واقعیت هر گونه مبارزه تازه با داعش افزون بر افغانستان باید مشمول پاکستان و به طور مشخص ایالت بلوچستان این کشور هم شود. در غیر آن داعش به رشد سریع خود ادامه خواهد داد. تشکر که تا این دم با ما بوده شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همیتان باشد.